با خودم میگفتم پس اینا کجا موندن؟ او پای راست کلی مشق دارم. خیلی خوب، بیا تو ببینم چیه. خوش اومدی عایشه گل جان. ممنون جناب سرهنگ. صبر کن صبر کن، نه بند اومدم. خب موضوع این هفته چیه؟ آقا معلم گفته حتما باید درباره خوشبختی یه انشا بنویسی. آخه ما رو چه به این موضوع پسرم؟ از ما راجع به تنهایی بپرس، راجع به غم و غصه و این چیزا، نه چیز دیگه. ما یه چیزایی نوشتیم پسرم ولی خیلی خوب نشد. خیلی خوب، حالا برین تو بشینین یه کارش میکنیم. باشه. بر میگردین دیگه؟ من که نه، ولی خاله رو نمیدونم. مواظب خودت باش، هر از گاهی به خونه سر بزن که خیلی خالی نمونه. باشه. چشم خانم. راستی دسمینه خانم، این مال شماست. چی هست؟ آقا بهری دادن. باشه ممنونم. خاله بیا دیگه، تاکسی منتظره. اومدم. کوچه ها پیش رویم، بر لبم سیگار، نم نم بارون، درکم کن دسپینا. از زخم دل خون می چکد بی وقفه در آغوش شب، درکم کن دسپینا. با شعر در آمیخته این دل مسکین، به زانو زده مرا در مقابل مهتاب. پس زده ابلیس را غرور درون، راهی دنیام کرده، در کم کن دسپینا. مگر می شود یک آن به گذشته ها رفت، قرون را پیمود و در لحظه برگشت؟ ماشه را کشیدم بی ترس و پروا، اصابت کرد به قلبم، در کم کن دسپینا. میخک سفیدی کاشتم در دل باغچه، از دوریت گردید زرد و پژمرده. نه فقط درختان و گیاهان و گلها، پژمرده نیز گردد انسان، درکم کن دسپینا.
چی شده؟ یه نفر اومده میخواد شما رو ببینه. کیه؟ پسر خالتون، از راه دور اومده. پسر خالم؟ خیلی خوب، مرسی. من که پسر خاله ندارم. یعنی کیه؟ خوشبختی. وقتی میپرسن خوشبختی یعنی چی؟ باید گفت خوشبختی فقط تو آخر قصه و کتاب هست. چون تو زندگی واقعی آدم ها همشون ترجیح میدن از همون روز اول خوشبخت باشن. اما خب صبح تا شب بدبختی میکشن و همینطور ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه انسانهای خوشبخت به شدت کسل کننده هستن. خوشبختی در واقعیت اصلا وجود نداره عیسی جون. در ضمن نه فقط تو زندگی واقعی، بلکه تو رمانا، تو سریالا، فیلم ها هم هیچ کس آدم خوشبخت رو دوست نداره. تنها چیزی که آدمای بدبخت و بیچاره رو خوشحال میکنه شنیدن و دیدن قصه آدمایی که از خودشون خیلی بدبخت ترن. همچنین نویسنده هم بلا استثناء با نوشتن سرگذشت انسانهای بدبخت و فلک زده کلی پول به جیب میزنن و به قول گفتنی خوشبخت و عاقبت به خیر میشن. کی گفته؟ مگه قراره همه آدمای روی زمین بدبخت بشن؟ بله خانوم، این یه قانونه. اصلا من یکی به شخصه نمیدونم چه جوری میشه خوشبخت بود. به نظر من خوشبختی باید قدغن بشه. فکرشو بکنین، مگه بعد یه روز که از خواب بیدار میشیم تو روزنامه یه خبری بخونیم تو این مایه ها لایحه‌ای که شب گذشته در مخالفت با خوشبختی در جلسه هیئت محترم وزیران مطرح کردید به تصویب رسید و موجی از شادی و نشاط را در میان بدبخت‌های جامعه به راه انداخته است، خدایش مگه بده؟ ها بده؟ ای بابا، اصلا مگه همچین چیزی میشه پویراز جان؟ بله جناب سرهنگ، میشه. خیلی هم خوب میشه. اصلا بذار بهت بگم خوشبخت که بشی چی میشه. فرض کن همه چی رو به راهه، حوصله سر نمیره. فکر کن نشستی تو خونه و خوشبختی، حقوق بازنشستگی تو گرفتی، زن تو، بچه تو، اینا همه نشستن ور دل تو، از ته دل احساس خوشبختی میکنی، همه چی سر جاشه، بدهی و مشکل مالی هم نداری، حتی درد عشق هم نمیکشی. پس یهو برو بمیر دیگه. نه بابا، مگه بد میگم؟ بله که بد میگی، همه ی آدم ها حق دارن خوشبخت بشن. نه خیر سرکار خانوم، حق ندارن. همه ی آدم های خوشبخت محکوم به مرگن. چرا؟ چون قصه شون به آخر میرسه. مورخین فقط سرگذشت بدبخت ها و بیچاره ها رو مینویسن. آی اهالی محل، همه خوب گوش کنین. نامردم اگه اونایی که خوشبختن رو پیدا نکنم و بدبختشون نکنم و حقشون رو نذارم کف دستشون. تا وقتی ما اینجا بدبختی میکشیم هیچ کس حق نداره خوشبخت باشه. آخه اینم رسم همسایگی سرهنگ، همسایه هم همسایه های قدیم. بذاریم بهتون بگم اگه خوشبختشین چی میشه. از خوشی افسردگی میگیرین و باز احساس بدبختی میکنین. کوچه ها پر میشه از اجساد جوونایی که از خوشبختی خودشون از پنجره پرت میکنن پایین. آمبولانس هم کم میاد. ظرفیت سردخونه ها پر میشه. صدای گریه و زاری و ناله شیون مادر پدرایی که بچه هاشون جوون مرگ شدن گوش فلکو کر میکنه. خوشبختی که انقدر در به در دنبالشین و فکر میکنین هدف از زندگی همینه، آخر سر باعث خودکشیتون میشه بابا. آی هموطنای ساده لوح من، چیزی به اسم خوشبختی وجود نداره. من اینو خوب میدونم، خوشبختی وجود نداره. برای اثبات حرفام اومدم تو بالکن تا بهتون ثابت کنم که چیزی
به اسم خوشبختی اصلا وجود نداره، وجود نداره. میگی نه ببینی؟ مردن اونقدرم راحت نیست اسماعیل. هنوز یه چای نخورده کجا؟ عایشه گل با من ازدواج کن تا خوشبخت شی. قادر خان براتون یه خبر دارم. پویراز پسرتون برگشته سر کارش تو اداره پلیس. تنها و ناامید به نظر میاد. چش، هر تو شما بخواید. برای عادل توپال شدن آماده ای اسماعیل؟ با کمال میل آقا. قسم میخورم حتی یک کلمه هم حرف نزدم. حتی نگفتم که شما رو دیدم. یکم از تورگود گفتم و یه ذرم چرت و پرت همین. با حرفات داره سرمو درد میاری اسماعیل. درد نمیارم. والا به خدا راست میگم. دیدین که داشتم فرار میکردم برم. باور کنین من آزارم به کسی نمیرسه. من ازت یه خواهشی کرده بودم، الان ازت دلخورم. تو رو خدا به امرم کنین، آزارم هر کاری بگین بکنم. عایشه گل تو رو خدا چشماتو باز کن. تو رو خدا عایشه گل، عایشه گل تو رو خدا، عایشه گل التماس میکنم چشماتو باز کن. عایشه گل، عایشه گل چشماتو باز کن. آخه همون پایراز اینم شد شوخی بابا. حالا عایشه گل هنوز بهوش نیومده. خیلی خوب تو هم عایشه گل. چطوره زنگ بزنیم دکتر یا بگیم آمبولانس بیاد؟ آره دکتر خوبه امینه خانم، دکتر درد دکتر رو خوب میفهمه. بریم کنار ببینم جناب سرهنگ داره میاد. نه سرهنگ جون، اونو برای چی آوردی؟ مگه میخوای گردگیری کنی؟ عایشه گل بیهوش افتاده بیدار نمیشه، خدا منو بکشه. ببخشید پسرم ولی واقعا بکشه. به این کارت میگن شوخی خرکی. عایشه گل نه اینجوری نمیشه، زنگ میزنم اورژانس. تا تو باشه دیگه از این غلطو نکنی. آخه اینم شد شوخی دیوونه. بله
ما هم همینو میگفتیم، الان داشتیم با جناب سرنگ به همین نکته اشاره میکردیم. آخه اینم شد شوخی ها؟ هیچ کس طاقت همچین شوخی نداره پسرم. بله؟ حالتون خوبه عایشه گل خانوم؟ آخه با یه زن حامله همچین شوخی میکنه؟ تقصیر خودمه، به جای بچه این دیوونه توشی که من بمب هسته ای میذاشتم خیلی بهتر بود. نفهمیدم چطور شد؟ باید افتخار کنی که بچه من اونجاست. میدونی چند میلیون دختر جوون دلشون میخواد که اون بچه رو حاملشن؟ ها؟ زهر ما. معذرت میخوام. ببخشید. میخوام ببوسمت. بیا جان. معذرت میخوام. بازم میخوای؟ بیا. تو یه دیوونه یه روانی تمام عیاری. منو یا. همه فکر میکنن من مردم. یه جوری گم و گور میشم. نمیشه؟ ها؟ تو فقط میخوای خودتو از معرکه نجات بدی. خب آره. به خاطر من خیلی تو زحمت افتادی اسماعیل. حتما یه راهی پیدا میشه. ممنون قربان. ببینم تو خول شدی؟ مغز خر خوردی؟ برای چی اومدی اینجا؟ آخه چرا اینجوری میکنی دختر خاله؟ بس میگه دختر خاله؟ آه مانق بیشور. من اصلا خاله ندارم. باز اگه میگفتی پسرم یه چیزی. لعنتی از اینجا برو. اگه صدرالدین ببینه بیچارمو میکنه کلمونو میکنه. صدرالدین پیش ایپکه، نگران نباش. پسر جون بابا بهره خونه است، اون بدتره. اومدی چی بگی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ ببین من این چیزا حالیم نیست، باید حرف بزنیم. همه تون به هر چی میخواستین رسیدین، فقط من موندم. باشه حرف میزنیم، ولی فردا حتما حرف میزنیم. خودم میام پیش دا. دارین طلاق میگیری این؟ آره ساکت حرف نزن، تو رو خدا دهنتو ببند. چجوری از این پله اومدی پایین آخه؟ سوگل خیر باشه، این آقا کیه؟ من سلجوقم، پسر خاله یه سوگل هستم. آها بابا جون، خواست سپرایز هم کنه، بی خبر اومده ولی دیگه داشت میرفت. از راه دور اومدی؟ تقریبا. دخترم چرا میفرستیش بره؟ گرسنه ای پسرم؟ ها؟ حتما خستم هستی. بچه ها بیاین ببینن، ایشونو کمک کنین، کمکش کنین بشینه رو مبل. واسه چی نگاه میکنی؟ حالتون خوبه عایشه گل خانوم؟ گفتم که آره خوبم. خب بس ما دیگه کم کم بریم ها؟ یه لحظه بابا کجا؟ هنوز که جواب نداده. آه تکون نخوری، ناسلامتی یه سوالی پرسیدیم که جوابشو نگرفتیم. خب عایشه گل خانوم گوشمون با شماست؟ خیلی خب بله. چی شد؟ همین؟ من به خاطر تو رفتم خودم از بالکن پرت کردم پایین، ازت خواستگاری کردم، اون وقت تو نشستی میگی خیلی خوب بله. آره؟ من که بله رو گفتم دیگه، میخوای چیکار کنم؟ دخترم به نظر من بهش بگو نه تا حالش جا بیاد. به نظر من که به اندازه کافی حالش جا اومده. گناه داره بابا، من طرف تو هم همون پای راست. پسرم به تو چرا دخالت میکنی؟ خسته شدیم بابا، یعنی میگی عاشق به هم نرسن و خوشبخت نشن؟ بذار این دو تا عاشق به هم برسن مامان، خاله زودتر از اینا باید بله رو میگفتی. خجالت بکش آیش گل، خجالت بکش، حتی این الف بچه رو ماسی کردی، واقعا خجالت آوره، واقعا. خیلی خوب باشه، بله 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 بله. پسر گلم مبارک باشه، ایشالله همین تابستون عروسی میگیری. تبریک میگم، واقعا خیلی خوشحال شدم. خب دیگه پاشیم بریم، اینا یکم تنها بمونن. پاشیم بریم. برم بدرقشون کنم. خیلی وقت بود که سوگلو ندیده بودم. سوگل تو خاله داشتی؟ من فکر میکردم نداری. خاله خودم که نه بابا جون،
خاله مامانمه، یعنی در اصل پسر یکی از فامیلای دورمونه. یکی از آشناها هزینه درمانمو به عهده گرفت، واسه همین اومدم استانبول. ایشالا خوب شی پسرم. کاری از دست ما برمیاد؟ ممنون، هستن کمک میکنن. من دیگه برم. کجا؟ همینجا بمون. بابا جون الان چشم برایشن، باید برم. من حواسم بهش هست. ممنونم، شما نگران نباشین. خیلی خوب، باشه، هر جور راحتی. بازم بهمون سر بزن. چشم، حتما. بازم مزاحم میشه. ببین پدرتو در میارم و عوضی. باز مزاحم میشم یعنی چی؟ گمشو برو پی کارت ببینم. من این حرف حالیم نیست. صداتو بیار پایین. فردا باید بیای دیدنم. خفف شو. من بیخیال بشو نیستم. باشه بیخیال نشو، فردا میام نشونت میدم. گمشو حالا، پاشو، زود باش. چه حسی داری؟ نگرانم. این بچه با اینکه همه جوره به من نیاز داره، واقعا چطور میدونه از پس این دنیای پر از بدی بر بیاد؟ تا این حد آسیب پذیر بودنش میترسونتم. من با هات همایش گل. همین ترسمو بیشتر میکنه. دیگه داری در حقم بی‌انصافی میکنی. چی میشه همه یه سختیامون تموم بشه؟ تموم میشه، بهت قول میدم تمام میشه. هرش گل، بچه که تو شکمته فقط یه بچه نیست، یه زندگی جدیده برای تو، برای من، برای همه. فکرشو بکن، تو قراره یه جونه تازه به این دنیا ببخشی با یه زندگی جدید. این خیلی جالبه. یعنی میگی خوشبخت میشی؟ اصلا یه وضعی، انقدر که از خوشبختی دیوونه بشی. بهت قول میدم عزیزم، اصلا اگه پسر باشه اسمشو میذاری مسعود، اگه دخترم باشه اسمشو میذاری مسعوده و سعادت و این چیزا دیگه. یعنی روزگار بر وفق مرادمونیشه. بچه که به دنیا اومد من از چشمت نمیافتم که. خب منم چاق میشه، اون وقت که فکر نمیکنی زشت شده. ای بابا شگل، من واسه اینکه فکر کنم زشت شدی اول باید دوتا چشام کور شن، بعدش فلج شم، بعدش هم عقلمو از دست بدم. حالا خوبه که این قضیه عادل توپال تموم شد، دیگه راحتی. الو، وقتت داره تموم میشه. داری مجبورم میکنی کاری بکنم که دلم نمیخواد. یه لحظه، اتفاقا میخوام با تو حرف بزنم. یه خبر برات دارم. بگو. آدرس تو لازم دارم. آدرسمو؟ دارم با عایشه گل ازدواج میکنم، میخواستم کارت دعوت بفرستم. نه عیب نداره بترسی، هیچکی سرزنشت نمیکنه که چرا از من ترسیدی. من از تو نمیترسم. اشتباهت همینجاست. خیلی دوست دارم بدونم وقتی که اون بچه را شکمش در میارم و میندازم تو سطل آشغال، بازم میتونی اینجوری بلبل زبونی کنی؟ گوش کن، اگه به عایشه گل دست بزنی، دست زدن که سهله، حتی اگه به عکسش هم نگاه کنی میکشمت. شنیدی؟ برام مهم نیست چی میشه، قسم میخورم این کارو میکنم. وقت کردی یه سر بیا پیشم، باید بهت یاد بدم چجوری یکی رو تهدید کنی. باشه، منم چجوری جون دادن رو بهت یاد میدم. کی بود این وقت شب؟ هیچی بابا، کارو باره دیگه، چیز مهمی نبود. بریم بخوابی. تو بخواب، من هم تا صبح تماشات میکنم.
پسرم تو هنوز نخوابیدی؟ این چیه؟ چی کار میکنی؟ دارم وسایلمو جمع میکنم، فردا میخوام برم پیش بابام. پسرم، بابات الان سرش خیلی شلوغه. خودت گفتی قراره بچه دار بشن، دیگه وقتی برای تو نمیمونه. منظورت چیه؟ ببین عزیزم، خاله عایشه گلت حامل است، تو داداش میشی، تو دیگه بچه دومی. نه خیرم نیستم، من بچه دوم نیستم، همیشه بچه اولم. حالا میبینی از این به بعد بابات فقط به اون بچه توجه میکنه، پس زیاد مزاحمشون نشو. خب داری راست میگی؟ خب دیگه اینا رو خالی کن و بگیر بخواب. باشه، شب بخیر. چیزه، کلیدای خونه رو پیدا نمی کنم. دو آشپزخونه رو میزه. بریم؟ چیزه، کلیدای خونه رو پیدا نمی کنم. گفتم که تو آشپزخونه رو میزه. آه، باشه. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. یه دقیقه صبر کن ببینم چی کار میکنی؟ چی کار کرده؟ یعنی چی؟ وایسا ببینم، شال و کلا کردی؟ کجا میخوای بری ها؟ بشین ببینم، بشین بشین. تو کار زندگی نداری؟ کار زندگی من توی آیشه گل. راستی یه چیزی میگم، بهتر نیست یه سر بری پیش دکتر؟ من تو کلینیک کار میکنم، در ضمن یادآوری میکنم که من خودم دکترم. اونو نمیگم، به خاطر بچه میگم. خیلی خوب، باشه، امروز به یکی از دوستام زنگ میزنم. باشه. او آقا سینان، چه عجب یه بارم ویدیو کال زدی. چه خبر بابا؟ خوبم، نفسم، تو رو که دیدم بهترم شدم. گفتم قیافم یادت رفته واسه همین زنگ زدم. این چه حرفیه؟ مگه میشه این قیافه رو یادم بره؟ تو خوردنی ترین سینان دنیا هستی. آخی بابا، خوب شد بهت زنگ زدم. تو اولین فرصت همدیگه رو ببینیم، خوب؟ باشه پسرم، تو اولین فرصت میام، قول میدم. باشه حتما. میبینمت. مو. خداحافظ. کجا موندی سما؟ یه لحظه. ای بابا، چی کار میکنی سما؟ دنبال کلیدای خونه میگردم. ای بابا، اینها سه بار پرسیدی، منم گفتم اینجا رو میزه. جدی؟ ببخشید، معذرت میخوام. نمیخواد به خاطرش معذرت بخوای، بیا بریم. خیلی خب، خودتون ناراحت نکن، مهم نی. من زندگی تو رو خراب میکنم، انگار داری با یه پیرزن فراموشکار زندگی میکنی. تو زندگی هیچکی رو خراب نکردی. دروغ میگی. تو هم از این وضعیت متنفری سفر. از مرضیت متنفر نیستم، این که این شرایط قبول کردی و باش کنار اومدی و نمیتونم هضمش کنم. تو چرا عاشقم شدی؟ چرا؟ چرا با هم ازدواج کردی؟ از اینکه اینجوری با ترحم نگاه میکنی متنفرم. سما، ترحم کدومه؟ برم کن سما.
پسرم، ما یه دقیقه پیش با هم حرف زدیم. آره خب، ولی میخواستم بگم بعد از مدرسه بیای دنبالم، باشه؟ پسرم به خدا نمیتونم، قرار شب بریم خونه عمو بهره اینا. خیلی خوب، باشه، بعد اونجا بیا دنبالم. ما تا دیر وقت اونجاییم نفسم، این دفعه رو بیخیال. خوب، یعنی تو واقعا نمیخوای منو ببینی بابا؟ این چه حرفیه پسرم، فقط شرایطش جور نیست. باشه بابا، فهمیدم، خداحافظ. چی میگه؟ میگه بیا دنبالم، گفتم نمیتونم. پویراز، نذار بچه دلخور بشه. نه بابا، یه کارش میکنم. این روزا یکم حساس شده. میدونم. پس بریم. چی شد؟ میری پیش بابات؟ میاد دنبالت؟ اخ، پسرم، دیدی چی بهت گفتم؟ از همین روز اول داره تو رو از سرش وا میکنه. از دیشب بهش زنگ میزنم جواب نمیده، الانم اومدم دم در خونش. باشه اوستا، اگه لازم باشه منم باهاش حرف میزنم، مشکلی نیست. خب بهش بگو ملتمم، رفیقمه، چه میدونم، بگو چیزی بینمون نیست. عاد یه لحظه هم دیگه رو همینجوری بغل کردیم. همین بغل کردنه و تماسای لحظه‌ای بیچارمون کرده. منظور؟ هیچی بابا، نشنیده بگی. همینی که تو گفتی رو بهش میگم. میگم ما با هم رفیقیم، یه لحظه همینجوری هم دیگه رو بغل کردیم. خوب رفیق؟ آره بهش بگو رفیقیم دیگه، مگه غیر از اینه؟ باشه بابا، میگم. خب برو بگو دیگه. باشه، پس با اجازت قطع میکنم رفیق. خیلی خوب بابا، قطع کن رفیق. تازه اولشه، میدونی مگه نه؟ این یه هایی از کوره در رفتن ها و فراموشی ها و رفتاره عجیب. خربازه خوردم، پا لرزشم میشینم. میتونی تحمل کنی؟ من تحمل نمی کنم، صبر میکنم. فرقشون چیه؟ تحمل واسه چیزایی که دوست نداری، ولی صبر به خاطر عشقه. میدونی سفر، تو فرشته‌ای هستی که اسلحه داره. خوشمان آمد. مثل فیلمای قدیمی جنید آرکین. آره. ببین گلم، گل زدن، ما هم خوشحالی یهو پریدیم بغل هم دیگه، تو هم همون لحظه اومدی تو، وگرنه محال چنین چیزی بینمون باشه. دختره آبجی پویراز بابا. ولی اصلا اینطوری به نظر نمی اومد. چطوری به نظرت می اومد؟ خیلی صمیمی بودین، اونم که از طرز نگاهتون. آدم که به دوستش اینجوری نگاه نمی کنه. من یه زنم، شاید تو اینجور چیزا رو متوجه نشی، ولی من میفهمم. منم همینو میگم. اشتباه فهمیدی گلم. میخوای بهت ثابت کنم چیزی بینمون نیست؟ چطوری؟ همین امشب من و تو و ملتم با هم میریم بیرون، اوکی؟ یعنی چی؟ همین دیگه، مگه چیه؟ میریم یه رستوران، تو هم ببینیش ازش خوشت میاد، خیلی دختره با مرامیه. غیر ممکن. آخه برای چی غیر ممکن عزیزم؟ تازه طرف عین پسرا میمونه، محال چیزی بینمون باشه. بیا بریم، با چشای خودت ببین، هم تو راحت شو هم من. مطمئنی؟ آره معلومه که مطمئنم، شب خودم میام دنبالت. خیلی خوب باشه، الان باید برم، جلسه دارم. باشه بریم، منم میرسونمت. بله بابا، امشب میخوایم راجع به یه موضوع مهم باهات حرف بزنیم. باشه دخترم، اگه خیلی مهمه همین الان میایین. نه بابا، الان باید برم کلینیک، میدونی که دسپینام نیست. بهت زنگ نزده؟ نه، ولی امروز فردا میزنه، حتما الان خیلی خسته است. خیلی خوب، شب منتظرتونم. باشه. Thank you.
چی گفت؟ چی گفت؟ چیزی نگفت. شب میریم دیگه. جانم پسرم. الو بابا. اگه بخوای میتونی زنگ تفریح بعدی بیای دیدنم. عزیزم بهت گفتم که کار دارم. الان دارم خاله عایشه گل میرسونم. بعدش هم از اونجا میرم سر کار. اوف خیلی خوب بابا نخواستی. چی شد؟ قطع کرد. پس خدا به دادمون برسه. دیگه کارت تمومه سینان. من وقتی داداشم به دنیا اومد یه هفته تو کوچه خوابیدم. برای چی؟ برای اینکه فراموشت میکنن. گشنه و تشنه میمونی. چی؟ دیگه کلن بابا تو بیخیال شو. از این به بعد فقط حواسش به اونه. نه خیرم اینجوری نیست. بابام خیلی منو دوست داره. منم اینجوری فکر میکردم. ولی بچه دومو بیشتر دوست دارم. داغونم کردی پسر. دیگه کارم تمومه. اوف بدبخت شدم. آها صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. سامو عایشه گل امشب میاد اینجا با من حرف بزنه، تو چیزی میدونی؟ آخه بهتون چی بگم؟ بگو دیگه دخترم. به نظر من بهتر خودش بگه. خب خیر انشالله. راستی یه چیز دیگه، این دختره که جدیدن با صدرالدینه کیه؟ چی کاره است؟ تو چیزی میدونی؟ نمیدونم اما اگه بخواین تحقیق میکنم. یه پرسجو بکن. چشم. نمیدونم تو بیا منو بگیر. اما پلیسه اونجا مزاحم یه دختره شدن. اونا اون پشت. بودا بریم. پایراز لطفاً حواست به سینان باشه، حسودیش میشه. نه بابا شگور، سینان همچین بچه نیست. حسودی مسودی هم تو کارش نیست. دیگه هیچکی منو دوست نداره مرکز. هیچکی. نه محال سینان باشه، اون نیست مگه نه؟ مرکز دیگه دوستم ندارن. آخه اینم شد زندگی. لطفاً بیسیمو مشغول نکنین. میگم دیگه دوستم ندارن مرکز، مفهوم نیست. کدت چنده؟ کدت چی؟ ده؟ مرکز حله. من پویراز کارایلم، اونم که بیسی میزنه پسرمه. اینجوری که نمیشه قربان، خواهشم مواظب بیسیمتون باشه. دریافت شد تمام. مرکز اینه یه دستمان کاغذی ازم استفاده کردن انداختنم دور. پسرم تو اون بیسیمو از کجا آوردی؟ مگه مدرسه نیستی؟ زود باش بیسیمو خاموش کن، مگه گوشیت همراهت نیست؟ لطفا تکرار کنید. مفهوم نیست. این بچه هم آخر سر دیوونه شد. پسرم بگو ببینم تو الان کجایی؟ اعلام موقعیت کن. موقعیت چیه؟ نیروی کمکی لازم نیست مرکز، خودم حلش میکنم. پسرم دارم عصبانی میشم. دارن عصبانی میشن مرکز. ببین از اینجا تا بیمارستان راهی نیست، من خودم میرم. تو هم خواهشم برو یه سر به سینان بزن. خیلی خوب باشه میرم. ای داده بیداد، فقط سینان دیوونه نشده بود که اونم شد. کاریش نداشته باشی یا خوب؟ باشه بابا، مراقب خودت باش. باش. زود باش پیادشو ببینم. دو دقیقه صبر کن دیگه عمو، ماشینتونه که نخوردم. بذار یکم خودم خالی کنم پیاده میشم. چه خبر مرکز؟ پسرم با بیسیم بازی نکن. خیلی تنها مرکز، خیلی تنها.